نشست علمی روزانه آیت الله لزما صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 18 ربیع الاول سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله لزما شیرازی در این نشست با اشاره به آیه 78 سوره اسرا نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاریکی شب به پادار یعنی نماز ظهر و عصر از اول ظهر و نماز مغرب و عشا از اول تاریکی شب به پادار و نماز صبح را نیز به جای آور که آن نماز به حقیقت مشهود در نظر فرشتگان شب و فرشتگان روز است فرمودند در اینجا شارع برای انجام واجبی مانند نماز وقتی را محدود و معین نموده است لذا زمانی که گفته شده در خارج از این زمانها نماز خوانده نشود ساقط می شود معظم الله در ادامه فرمودند حال اگر انسان در وقت خودش نماز را نتوانست بخواند و برای خواندن مجدد آن در خارج از این وقت معین شده دلیل لازم است و برای این مسئله دلیل وجود دارد لذا گفته شده در برخی از اعمال عبادی مانند نماز که مکلف باید آنها را در همان وقت انجام دهد ولی اگر به دلایلی آن را ترک کرد و وقت مخصوص آن نیز سپری شد موظف است آن را در خارج وقت قضا نماید ایشان با اشاره به احکام قضای نماز و وقت آنها نیز فرمودند در رابطه با وقت قضای نمازهای میان فقها ها اختلاف وجود دارد که در کتب فقهی از جمله اروت به تفصیل بیان شده است و یکی از موارد اختلاف قضای نمازی است که در سفر از انسان فوت شده است که این مسئله هم در اروت الوسقا آمده است و مشهور میان فقه ها این است که قضا به امر جدید است اما در همین امر نیز که چگونه باید غذای نماز به آورده شود محل اختلاف میان فقه ها وجود دارد و مشهور این است که اگر در حالت سفر نماز از انسان فوت شد ملاک برای غذا امر جدید است یعنی آخرین زمانی که انسان در شرایط قصر و یا اتمام بوده است با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم اگر یک کسی اول وقت ظهر تو شهرش بود و نماز نخون آخر وقت تو سفر بود و نماز نخون قضا شد باید نمازش را چهار رکعتی قضا کنه تمام یا دو رکعتی مثل آخر وقت مشهور گفتن تا بعد روایات که طبق آخر وقت قضا کنه اگه آخر وقت تو شهرش بود قضا تمام بکنه اگه آخر وقت تو سفر بود قصر قضا کنه بعضی هم احتیاط کردن که جمع کنه اما غالبا فرمودن که برداشته من همینه قضا طبق آخر وقته اگه آخر وقت تو تو شهرش بود تمام قضا کنه اگه آخر وقت تو سفر بود قصر قضا کنه